با درود، عرض ادب و احترام دارم به پیشگاه شما بینندگان عزیز در هر کجای دنیا که صدا و تصویر من رو دریافت میکنید. دیوار فرادی هستم و افتخار دارم که با چالشی دیگر بار دیگر میهمان خانه های شما در ایران و دیگر نقاط جهان باشم. در روزهای گذشته، در هفته های گذشته و در ماه گذشته در صحنه سیاسی آمریکا شاهد اتفاقات زیادی بودیم. در آستانه رقابت های انتخاباتی 2024 شاید کنارگیری بایدن بودیم، کنارگیری که در واقع ماحصل مناظره ترامپ و بایدن بود، مناظره ای که بایدن در اونجا واقعا بد ظاهر شد و علائم زوال عقل و آلزایمر در او کاملا مشهود بود. ترامپ جی دی ونس رو به عنوان معاون خودش اعلام کرد. شاهد ترور نافرجام ترامپ بودیم و گمانه‌زنی های زیادی در مورد سرویس مخفی آمریکا وجود داره. شاهد سهلنگاری های گسترده بودیم که در واقع ترامپ به صورت معجزه آسا از این ترور جان به در بود، وگرنه همه چیز برای حذف او گویا آماده شده بود. برای بررسی بیشتر رویدادهایی که در هفته ها و روزهای اخیر شاهدش بودیم، از یوسف ریاضی پور محقق امنیتی نظامی دعوت کردم تا بیشتر در این موارد صحبت کنیم. ریاضی پور، درود بر شما، خیلی خوش اومدید. مرسی، ممنون از دعوتتون. آقای ریاضی پور، اول بپردازیم به مناظره بایدن و ترامپ، مناظره‌ای که پیش از موعد بود، در اواخر ماه ژوئن برگزار شد. معمولا مناظره ها در ماه سپتامبر برگزار میشه. به نظر میرسه مطابق برخی گمانه‌زنی ها، برخی تحلیلگران میگن که دموکرات ها از قبل در واقع این نقشه رو چیده بودن که بایدن رو کنار بگذارن و هریس رو به عنوان جانشین او در رقابت های انتخاباتی معرفی بکنن. بنابراین زودتر از موعد این مناظره رو برگزار کرد. نظر شما چیه؟ اگر ممکن در مورد این مناظره صحبت کنید. بله حتما. خب به عنوان کسی که اخبار آمریکا رو برای مدت ها و سالها دنبال میکنه، تحولات داخلی آمریکا رو در اصل برای همه مشهود بود از همون ابتدای ریاست جمهوری آقای بایدن که ایشون مشکلات حالا جسمانی داره در ارتباط با حالا مسائلی که خودتون فرموده، زوال عقل، حالا فراموشی و چند مرتبه هم ایشون حالا بر اساس گفته خود کاخ سفید مبتلا به کووید 19 شده که آخرین موردش هم که خب برای همه سوال بود که برای چند روز ایشون اصلا در ارتباطی با دنیای بیرون برقرار نکرده بود. بعد از اون نامه‌ای که در صفحه آفیشیال خودش داخل شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد که من استعفا میدم، چند روز ایشون از اعلان عمومی به دور بود و بعد گفتن که اون سکرتری اطلاعات کاخ سفید برای مطبوعات گفت که ایشون مبتلا به کووید 19 است، حالش خوبه، مشکلی نداره. بعد از چند روز ایشون یهو ظاهر میشه جلوی دوربین تلویزیونی و خودش رو سر حال میخواد نشون بده، ولی خب بازم از اون فیزیکی که ازش مشخصه ایشون به احتمال خیلی بالا مبتلا به حالا به بیماری هست که ما نمیدونیم چیه دقیقاً و کاخ سفید افراد حالا تیم انتخاباتی خود آقای بایدن که الان یه تعداد زیادشون هم الان برای خانم هریس دارن کار میکنن، اونا در جریان همه شد ولی هیچ کدومشون حاضر نیستن راجع به این مسئله صحبت بکنن. و حالا دو تا حالا تحلیل هم از راجع به این قضیه مناظره انتخاباتی که انجام شد. یه عده میگن که خب همون صحبت شماست، میگن که این نقشه از پیش تعیین شده است برای دموکرات ها، چون میدونستن که آقای بایدن قادر به ادامه روند انتخابات برای سال 2024 نیست و خانم هریس جاش قرار بیاد. این چیزی که خب یه سری از جمهوری خواهای که در سال 2021 به نتایج انتخابات معترض بودند و بعدها هم حالا جزء منتقدین آقای بایدن شناخته میشن، گفتن که برنامه کلی حزب دموکرات این است که آقای بایدن رو سر کار بیاره به هر صورتی که هست، که این کارو کردن در مرحله اول. و در مرحله دوم با اتکا به حالا به مریضی که آقای بایدن داره
ایشون کنار گذاشته بشه و خانم هریس با بلیت حالا نژادی و اینکه تبدیل بشه به اولین رئیس جمهور زن تاریخ آمریکا انتخاب بشه. یعنی حالا از یه زاویه دیگه به قضیه نگاه بکنی، یک مقدار با عقل جور در میاد و یک مقدار در نمیاد. حالا از عقل جور در اومدنش چیه؟ اینجوری میتونن رأیای خودشون رو از ایالتهای سوینگ کسب بکنن، ایالتهایی که آبی هستن مثل کالیفرنیا، نیویورک، که اصلا حالا خیلی کوچیک و خلاصه هم بگم، مردم این ایالت‌ها تو یه دنیای دیگه زندگی میکنن کاملا. یعنی خیلی‌هاشون حتی اعتقاد دارن، معتقدن که ترور آقای ترامپ صحنه سازی بوده و ما با همچی مردمی خب طرفیم. که خب این شخصی که همچی عقایدی داره به احتمال زیاد، یعنی بالای 90% 100%، یعنی شما میگید حتی به خانم هریس رای میده. و ولی از یه طرف دیگه دموکرات راه سختی رو در پیش دارن، به خاطر اینکه کارنامه سیاسی اقتصادی اقتصادی بایدن چه در داخل و چه در خارج اصلا جالب نیست. شما در اینو در نظر داشته باشید که وقتی که آمریکا با اون خروج بدون برنامه ریزی شده از افغانستان انجام داد و به عنوان یک ابرقدرت خودش رو در نقطه ضعف قرار داد، همین ضعف باعث شد تا روسیه به اوکراین حمله بکنه. و جالب هم اینجاست که خانم هریس قبل از اینکه روسیه به اوکراین حمله بکنه مسئول حل و فصل امور اختلافات بین اوکراین و روسیه از نظر دیپلماتیک بوده. همون روزی که ایشون انتخاب میشه، روز بعدش روسیه به اوکراین حمله میکنه و همین راحت. و خب داخلم مشکلات اقتصادی که دوچارش هست، گرون شدن قیمت بنزین هست، افزایش قیمت مواد غذایی هست. ولی خب بخوایم منطقی به قضیه فکر بکنیم، بازم همون ایالت های سوینگ دموکرات، ایالت های آبی مثل کالیفرنیا و نیویورک، مردمی داره که پول داره، مردمی داره که سطح درآمدشون خیلی بالاست، اصلا این چیزا به چشمشون نمیاد. ولی از نظر کسی که تو ایالت تنسی زندگی میکنه، تو ایالت فلوریدا زندگی میکنه یا ایالتهای دیگه که قرمز هستن و مسئله اقتصادی براشون مهمه، 100% اصلا انتخاب خوبی نخواهد بود و سعی میکنن، تلاششون رو میکنن که خب رأی و ملزومه رو برای آقای ترامپ جمع بکنن. بله، البته رأی مثلا ایالت نیویورک یا ایالت کالیفرنیا از قبل مشخصه، معمولا اینا به دموکرات‌ها رأی میدن. چیزی که مهمه ایالت‌های نوسانی مثل پنسیلوانیا، مثل ویسکانسین، فلوریدا، آریزونا، و به نظر میرسه مطابق میانگین نظرسنجی‌ها وضعیت ترامپ در این ایالت‌ها خوبه و با توجه به سیستم انتخاباتی آمریکا الکترال کالج رأی عمومی در درجه دوم اهمیت قرار داره رأی کلی. بنابراین میشه گفت شانس ترامپ در حال حاضر خیلی هم کم نیست، بس خیلی هم زیاده. خب اون دلیلش انتخاب، حالا اینم اشاره بکنم، آقای جی دی ونس رو که انتخاب کرده به عنوان معاونش، که دلیلش همین حالا اون نفوذی که آقای حالا ونس میتونه وارد بکنه تو همون ایالت‌های نوسانی که اشاره کردی. و اینکه یه نکته دیگه هم که داره، ایشون خب خانومش اهل هنده، یه مهاجر موفق، که خب این میتونه تو جلب رأی مهاجرای که از کشورهای حالا آسیایی اومدن هم تاثیرگذار باشه. و اینکه خب در مقابله حالا خانم هریس همچی چیزی قرار بگیره، هم خب یه مسئله دیگه است که فکر میکنم به اون انتخاب شخصی آقای ترامپ برگرده این قضیه. جی دی ونس اگر اشتباه نکنم اهل اوهایو هست، دولت همسایه فکر میکنم پنسیلوانیا میشه اگر اشتباه نکنم. حالا دقیقا باید نقشه آمریکا رو بررسی کنم، دقیقا حضور ذهن ندارم. بله، حالا بپردازیم به مسئله خیلی مهم این روزها که منجر شد به استعفای رئیس سرویس مخفی آمریکا. واقعا وقتی آدم تصاویر رو میبینه، مردمی که اونجا در اون در واقع رالی ترامپ حضور داشتن متوجه حضور فرد ضارب شده بودند، اما سرویس مخفی عملا کاری برای متوقف کردن اون انجام نداد و او حتی مبادرتی به شدید کرد
ترامپ که به صورت معجزه‌آسا نجات پیدا کرد، یک نفر به شدت زخمی شد و دیگری کشته شد. در این ارتباط اگر ممکنه توضیح بدین واقعا چگونه میشه که وضعیت به اینجا میرسه که رئیس جمهور سابق و کسی که به احتمال قوی رئیس جمهور آینده آمریکا خواهد بود این گونه در مورد جانش سهل‌انگاری میشه؟ ببینید اصلا از نظر منی که خب حالا چندین و چند ساله دارم راجع به مسائل مطالعه میکنم، تحقیق میکنم، کار کردم، واقعا برام عجیب بود حرکت مامورای سرویس مخفی، علل خصوص ماموران زن. حالا من منکر این نیستم که خب مامور زن خوب سرویس مخفی نداره، تو سالهای اخیر بارها و بارها دیدیم ماموران زن چجوری ظاهر شدن، افراد کاملا حرفه‌ای آموزش دیده که خب تعدادشون سابقه ای حالا خدمت و نیروی مسلح رو دارن و بهترین آموزش ها رو میبینن. ولی با اون چیزی که من دیدم از روز ترور ترامپ، شما مأمور زنی رو داری که موقع خلاف کردن اسلحه کمریش دستش میلرزه و دو بار سه بار مبادرت میکنه به اینکه اسلحه رو خلاف بکنه ولی نمیتونه و خیلی سریع اسلحه رو دوباره به دست میگیره و حالت حالا آماده وای میسه، آماده به شلیک. یا اینکه یه مأمور دیگر رو داری شما که عینک آفتابیش از رو چشش میفته و به جای اینکه آقا مثلا عینک رو ول بکنه و وظیفش رو انجام بده، عینک رو برمیده از روی زمین میذاره روی چشش و به ادامه کارش ادامه میده. این حالا این مواردی که حالا بهتون میگم. بعد توی حالا اون پرسونال دیتیلی که قراره با یک وی آی پی حرکت بکنه، اصولا قد این افراد اندازه شخص وی آی پی هست یا ازش بلندتره از نظر قدی. مأمور زنی رو میذاری که تقریبا 20 سانت 15 سانت از آقای ترامپ کوتاه‌تره. خب اینا همش برمیگرده به همون سیاست استخدام زنها بدون داشتن نگاه به یه برنامه که بر اساس اصول و سیستم حالا استخدام ماموران حالا سیکرت سرویس باشه، همون سرویس مخفی. خانم کیمبرلی چیتل رئیس مستعفی سیکرت سرویس، ایشون توی مصاحبه تلویزیونی هم هست، حالا میتونن تو یوتیوب سرچ بکنن نگاه بکنن، میگه که من برنامه اینه که 30% از ماموران سیکرت سرویس زنها باشن. این یعنی چی؟ یعنی که خب همزمان یک زن میاد وارد اون چرخه نیروگیری حالا سیکرت سرویس میشه، همزمان یه عضو سابقه مثلا کلاه سبز نیرو زمینی آمریکا هم میاد که مثلا 10 سال سابقه خدمت تو نیروی مسلح داره و حالا تو اون شرایطی که نیازمند حالا اون علم پایه باشه که طرف بلده که کارش رو انجام بده، مثلا همون حفاظت از شخصیت ها، ایشون رو رد میکنن. چرا؟ به خاطر اینکه بعد زن استخدام بکنن. دقیقاً این اتفاق داره. فکر میکنم بهش میگن تبعیض مثبت برای اینکه بله بله DEI جنسیتی رو بتونن در واقع وارد سیستم بکنن. بدم بدید. بله توی این همچین شرایطی خب معلومه اتفاقی که میفته اینه که خب اون مأمورا رو شما واقعاً وقتی میبینی، حتی یک ببخشید خیلی حالا تمثیل خیلی ساده و راحتی، حتی یک کودک رو هم بشتشون بدید این وضعیت رو، این ایرادایی که من گفتم رو بهشون خواهد گرفت 100%. و اینکه مورد دیگه هم هست که من مثلا حالا راجبش اطلاعاتی کسب کردم راجب حالا تحقیقات انجام شده، فرکانس مثلا بی سیمه که سیکرت سرویس استفاده میکنه متفاوت بوده با اون فرکانس بی سیم پلیس محلی و تعداد مأمورهایی که به کار بردن تو اون فضای باز خیلی کمتر بوده. نقطه کوری که انتخاب کرده بودن برای تکتیر انداز که خب اون درخت هایی که بین خونه و پست دیدبانی تیمایی زده تکتیر انداز سیکرت سرویس بودن، تمام این شواهد نشون میده که خب اشتباهات به شدت فاحشی توسط مأموران انجام شده که خب
این اشتباهات گردن رئیس سیکرت سرویسه و رئیس اون شخصی و اون شخصی که رئیس این دسته از آدما بوده که اونجا مسئول تامین امنیت جان آقای ترامپ بودن و حالا شرکت کنندگان در اون همایش. و ایشون مالا یه نکته جالب دیگه هم که بگم اینه که خانم کیمبرلی چیتل از دوستان نزدیک جیل بایدنه و خیلی ها میگن که حالا این پست رو از طریق حالا همسر آقای بایدن به دست آورده تا اینکه بخواد مثلا توی انتخاب یک فرد لایق باشه بر اساس حالا خدمات. حالا من منکر خدمت ایشون نیستم، ایشون سالها تو سیکرت سرویس خدمت کرده، مسئول بخش تامین امنیت انبارهای شرکت پپسی هم بوده یه مدتی و این هم حالا یکی از مواردیه که حالا ببخشید اینم حالا یکی از مواردیه که جوک راجبه ساختن تا حفاظت از جان رئیس جمهور. خیلی پلای ترقی رو خیلی زود تیک کرده. آقای باز گفته بود ایشون لیاقت ریاست همچین سازمانی نداره، بعد برگرده حفاظت از چیپس انجام بده. دوریتوس لفظی که دقیقا ایشون به کار برده بود همون روزی که ترور انجام شده بود. حالا من واقعا موضوع اینه که شما حالا باید منتظر بمونی ببینی واقعا حالا FBI اون تحقیقی که باید تحقیقاتی که انجام بده رو میده یا نمیده، به خاطر اینکه این موضوع به شدت مهمه. این اتفاقی برای آقای ترامپ افتاد ممکنه بعداً برای یکی از سناتورهای آمریکایی بیفته. و اینکه حالا مسئله مهم دیگه هم که خب که ایرادات زیادی بهش گرفته شده لفظ آقای بایدنه و دموکرات‌ها و صحبتایی که میکنن علیه آقای ترامپ که ایشون رو سختش داره زبانه خطا بکنه. ساخته بودن یه دشمن دموکراسی هیتلر آمریکاست. بله برای ما رو ویران بکنه. خب یعنی در واقع شما از او یک شیطان ترسیم میکنید، خب یک جوانی هم تصمیم میگیره که این شیطان رو شیطان بزن ما رو حرف کنه دیدیم. بله دقیقاً ایرادی که به ایشون میگیرن و دیگر سیاسیون آمریکا همین قضیه هست که شما اوکی مثلا شما مضمون حرفتون اینه که ایشون یک خطر هست مثلا آقا برای حزب دموکرات یا برای دموکراسی در آمریکا. خب شما همچی توضیحی رو میدی و حالا باز میکنی قضیه رو، ولی برای یک انسانی که یه آدم حالا رندوم در جامعه که اندیشه ها تفکرات چپ افراطی داره و دچار اختلال شخصیته و هزاران مسئله دیگه، این حرف برای ایشون معنی پیدا میکنه که خب من قرار قهرمان آمریکای جامعه آمریکا بشم، اسلحه به دست میگیرم و هیتلر زمانه رو میکشم. این دقیقا این اتفاقی که افتاده و خب گردن حزب دموکرات، قدرت رسانه ها دست حزب دموکرات است و به این راحتی این قضیه به قول معروف توسط اینا باز نخواهد شد. یعنی به همین سطحی که هست نگهش میدارن و بعید، خیلی بعیده که در چند در حالا اخیر روزهای اخیر و ماهای آینده صحبت خاصی رو ما از حالا FBI در این رابطه بشنویم. یعنی حتی نگفتن که ایشون از نظر سیاسی تو چه خط فکری بوده، که خب حالا خیلی از اون دوستانی که توی زمینه جامعه اطلاعات باز هستن اطلاعات خوبی راجع به این شخص به دست آوردن که خب ایشون افکار چپ افراطی داشته و حتی یکی از دوستان هم مدرسه ایش که با هم مدرسه بوده و ایشون هم از مهاجران مکزیکی هست که طرفدار ترامپ هم بوده، ایشون حالا تو مصاحبه گفته بود که من بهش گفته بودم من طرفدار ترامپ هم و ایشون مثلا کلا با من دیگه حرف نزد و به من میگفت که توی به عنوان یک لاتین چه جور میتونی طرفدار ترامپ باشی، که خب این نشون دهنده ی حالا اون یک قسمت کوچیکی از تفکرات تیرانداز هست که به چه سمت و سویی داشته حرکت میکرده که تصمیم همچین کاری میگیره. بله در واقع
به قدرت رسانه ها و در واقع مدیای آمریکا اشاره کردید. شما در نظر بگیرید که چگونه در عرض همین بعد از 28 جون بود، 28 جوان بود فکر کنم مناظره ترامپ و بایدن انجام شد، در کمتر از یک ماه انقدر روی بایدن فشار آوردن که بود و مجبور به کناری گیری شد. یعنی گویا نمیدونستن که نشانه های زوال عقیده از سالهای گذشته شروع شده بود. یک بار انگار چشم های اینا به روی حقیقت باز شد. واقعا حیرت آوره، یعنی چقدر مخاطب رو در واقع احمق فرض میکنن. اگه ممکنه در این ارتباط هم صحبت کنیم، واقعا این نشانه های زوال چهار سال پیش هم نمود داشت، اصلا میشد این رو دید، واقعا کاملا مشهود بود در جو بایدن. چی شد یه هایی اینا به این نتیجه رسیدن که چون زوال هم جالب؟ آقای پیرس مورگان، مجری معروف، چند وقت پیش نشون داد از بایدن و خودش هم خب به شخص بایدن رو از نزدیک دیده. بعد فراموش نکنیم ایشون کسیه که طرفدار هیچ حزبی نیست و به عنوان یک مجری بسیار حالا مستقل شناخته میشه. ایشون گفت بایدنی که من 2019 دیدم با بایدنی که الان جلوی دوربین تلویزیونی میاد صحبت میکنه و حالا اون مناظره وحشتناک رو انجام میده اصلا قابل مقایسه نیست. و حقیقت رو همیشه کتمان کردن و به نظر من خانواده‌اش در درجه اول کسایی هستن که در این زمینه تلاش کردن که بیماری آقای بایدن رو مخفی بکنن. همسر ایشون، پسر ایشون هانتر بایدن که خب اون اصلا یه داستان جدا میخواد راجع به این شخصا بخوایم صحبت بکنیم، که جالبه یکی از مشاورای اصلی آقای بایدن هم همین آقای هانتر بایدنه، کسی که حالا درگیری یه سری پرونده‌های قضایی و اون ماجرای لپتاپ و مصرف مواد مخدر و فروش مواد مخدر و حالا اسلحه کشی و چند تا موارد دیگه، ایشون یکی از مشاورای اصلی آقای بایدنه. یعنی حالا طبق گفته خودش و حالا اطرافیانش، و آقای اوباما رو فراموش نکنیم مثلا نقششون، که حتی خیلی ها میگن که دولت پنهان، دست پنهان در دولت بایدن همین آقای اوباما بوده که از پشت این فردی که دچار زوال عقلی که نمیتونه در واقع مسئولیت های رئیس جمهور آمریکا رو انجام بده، مشخصا عروسک گردان های وجود دارن و این فقط شخصی جلوی دوربینه، شخصی که البته زیادم جلوی دوربین نبود. بله به قول آقای ترامپ همش توی زیرزمین خونش قایم شده و جلوی دوربینا ظاهر نمیشه. ایشون کلن یعنی به عنوان یک فردی میگم که خب سالها دنبال کردم اخبار رو، خود منم باورم نمیشه این بایدنی که من الان میبینم و بایدنی که سال 2017-18 و دوران ریاست جمهوری آقای اوباما ما میدیدیم، سرحال غبراق خیلی زیبا صحبت میکنه و کارش رو بلده، ولی این جو بایدنی که ما الان داریم میبینیم به شدت مریضه و درگیر حالا مسائل مرتبط با بیماریش هست، که خب نشون میده ایشون قابلیت حالا اون کاری که وظیفش هست به عنوان قدرتمندترین سیاستمدار کره زمین رو نمیتونه درست انجام بده. و مشخصا حالا افراد دیگه توی کابینه یا افرادی خارج از دولت دارن کمک میکنن به چرخوندن حالا مسائل و برنامه‌های دولت آمریکا. یعنی به نظر من بهترین کار برای ایشون اینه که ایشون استعفا بده از پستش و خانم هریس جاشو بگیره. یعنی وضعیت خیلی بهتر خواهد بود تا ایشون بخواد این وضعیت رو ادامه بده، به خاطر اینکه الان شما نگاه به وضعیت دنیا بکنید، دنیای به شدت پرتنشی رو داریم. یعنی هر لحظه ممکنه که چین بخواد به تایوان حمله بکنه، از یه طرف دیگه اسرائیل به لبنان بخواد حمله بکنه، و وضعیت گره خورده جنگ اوکراین و روسیه که هیچ طرفی الان نه توانایی پیشرفت داره نه برتری خاصی نسبت طرف مقابل داره. کلا دنیای به شدت به قول معروف متشنجی داریم که همش مشخصا برمیگرده به تصمیمات اشتباه و بی برنامگی به شدت
به هم ریخته دموکرات ها و دولت آقای بایدن. برسیم به موضوع مهم دیگه. ترامپ جی دی ونس رو به عنوان معاون خودش اعلام کرد. او معاون ترامپ در دولت احتمالی بعدی او خواهد بود. در مورد دیدگاه های جی دی ونس و پیشینه اون اگر اطلاعاتی دارید با بینندگان ما به اشتراک بگذارید. آقای جی دی ونس قبل از اینکه وارد سیاست بشه در تفنگداری دریایی آمریکا خدمت کرده، فکر میکنم در عراق ایشون خدمت کرده، سابقه ماموریت حالا جنگی در عراق رو داره. و به اضافه اینکه خب یه نکته بسیار مهمی که از این وسط رابطه خوب ایشون با نوابق سیلیکون ولی هست و افراد تالا صاحب برندهای بزرگی مثل مثلا تسلا، آقای شخصا آقای ایلون ماسک. و یه دلایلی هم که خب ایشون مستقیما شروع به حمایت از کمپین انتخاباتی آقای ترامپ کرد و حالا اون روند رو ادامه داره میده، حالا جدا از حالا بحث شخصیش، دلیل شخصی ایشون، نزدیکی ایشون هم به آقای ونس هست به خاطر حالا اینکه از اون کاروزار سیاسی آقای ونس همین افراد حمایت کردن که به اینجا رسوندنش به این سطح. و به خاطر اینکه حالا چیزی که اول برنامه بهش اشاره شد، اصالت ایشون از ایالت اوهایو و اون تحصیل گذاری که میتونه داشته باشه روی ایالت هایی که به قول معروف رای هایی که از اونها میاد خیلی تأثیر گذار خواهد بود بر روند انتخابات. تفنگدار سابق نیروی زمینی ارتش آمریکا بوده، درسته؟ تفنگدار دریایی، تفنگداران دریایی. بله. بله، این هم است که ایشون حالا قبل از اینکه به این برای این پوزیشن انتخاب بشه از منتقدای بزرگ آقای ترامپ هم بوده، یعنی مخالف اصلا ترامپ بوده و سیاستاش. حالا چه اتفاقی و چه تغییراتی ایجاد شده که ایشون حالا اومده وارد تیم آقای ترامپ شده، خب خودش جای سوال داره. شاید در آینده ایشون جواب خواهد داد راجع به این مسئله. به گفته شما حالا مطابق گمان زنی هم که هستش، یکی از دلایل مهمش اینه که اوهایو ایالتی که در همسایگی ویسکانسن و پنسیلوانیا قرار داده از اون منطقه میاد، از اون کالچر میاد. یکی از دلایلش اینه. دلیل دیگه‌اش رو شما برشمردید، نزدیکیش به بزرگان دره ولی و آقای در واقع ایلان ماسک و امثال هم. حالا باید دید که چقدر میتونه در مناظره با معاون هریس خوب ظاهر بشه. اون هم به حال گمان زنی های در مورد معاون او هم هستش که گویا یکی از گزینه‌های اصلی فرماندار پنسیلوانیا هست که خیلی خیلی مهمه برای تعیین رئیس جمهور آینده آمریکا. و فکر می‌کنم ترامپ در 2016 با یه عدد خیلی کمی پنسیلوانیا رو بود، شاید 10,000 رای بود، 5,000 رای بود و در بله حالا عددی که من یادم نیست، آره در سال 2020 یا 2020 هم فکر می‌کنم در مجموع 5-6 تا ایالت نوسانی که برنده انتخابات رو تعیین می‌کنن حدود 250,000 تا رأی از بایدن کم کردش. یعنی این ایالت‌ها اینقدر مهمن. حالا در سطح ملی ممکنه یک رئیس جمهور 5 میلیون هم رأی بیشتر بیاره، مثلا خصوصا دموکرات‌ها که مناطق پرجمعیت آمریکا مثل نیویورک یا کالیفرنیا رو در اختیار دارن. ولی این ایالت‌ها خیلی مهمه. به نظر میرسه که ترامپ شانس بیشتری در ایالت‌های نوسانی داره. آریزونا و فلوریدا که من از همین الان بهش میدم، ولی خب پنسیلوانیا و ویسکانسین رو باید دید که چه اتفاقی اونجا میفته. موضوع مهم دیگه کنارگیری بایدن و آمدن هریس. با حمایت تمام قد ترامپ از هریس به نظر میرسه که او نماینده نهایی دموکرات‌ها برای مبارزه با ترامپ خواهد بود. شانس او رو در مقابل ترامپ چقدر می‌بینی؟ خصوصا در مسائل اقتصادی که برای آمریکایی‌ها خیلی اهمیت داره. مسئله دوم مرز جنوبی است که گویا مسئول رسیدگی به مرز جنوبی و بحرانش هم معاون رئیس جمهور یعنی خانم هریس بوده. یعنی واقعا گند زده به معنای واقعی کلمه. شما ببینید این همه مهاجر غیرقانونی میان اونجا و وضعیت واقعا فاجعه بار بود. اگه ممکنه در این ارتباط صحبت کنید.
خب قبل از اینکه حالا وارد اون موضوعاتی که فرمودید وارد اون مسائل بشیم، قبلش بعد نیست یه فلشبکی داشته باشیم به سابقه خانم هریس. خانم هریس قبل از اینکه خب اولین پست سیاسیش رو به عنوان دادستان سان فرانسیسکو به دست آورده و بعدش وارد حالا دادستانی کل کالیفرنیا شده، بعد سناتور میشه، سناتور اهل کالیفرنیا، نماینده کالیفرنیا، و بعدش هم میشه معاون بایدن. یعنی مجموعاً 4 تا پست سیاسی مهمیشون داشته در طول کل کارنامهش. که شما به عنوان رئیس جمهور شدن باید سابقه کار توی زمینه های حالا مختلف سیاسی رو برای چندین و چند سال داشته باشی. کل سابقه سیاسیشون شاید 20 سال باشه، شاید 25 سال باشه، ولی خب در زمینه سیاست خارجی ایشون اصلا زمینه خاصی نداره. یعنی تمام اون زمینه تخصصی که از ایشون میبینی فقط و فقط مسائل حقوقی شاید باشه. و حالا ما نمیگیم که خب سیستم تک نفره نیست سیستم ریاست جمهوری، ولی خب شما با شخصی طرفی که افکار به شدت چپگرایانه داره، یعنی سخنرانیشو گوش بدی راجع به مسائل اقتصادی ایشون دقیقا یعنی هیچ فرقی با، به نظر من فرقی با مثلا صحبتایی که کارل مارکس راجع به اقتصاد میکنه نمیکنه. یعنی علنا شما با یه نفری طرفی که به شدت افکار چپ داره، یعنی حزب دموکرات اون حزب وسط حزب حالا یک مقدار مایل به چپ بود، الان کاملا مایل به چپ میشه اگر خانم هریس انتخاب بشه. و تیمی که ایشون میخواهد چید، من از همین الان بهتون میگم، یک پله پایین تر از اون تیمی خواهد بود که آقای بایدن الان داره سر کار داره، که به خاطر حالا اون سیستم انتخابیشونه که خب اولویت بندی رو با افرادی نمی کنن که حالا سابقه کار دارن یا تخصص خاصی دارن. حالا براشون مهم اینه که خب من یک مثلا مرد سیاه پوست رو بذارم برای فلان پست، یه خانم مثلا رنگی پوست رو بذارم برای یه پست دیگه، انتخاباشون این شکلی خواهد. یعنی بی برو برگشت بهتون بگم از اون وضعیتی که در آمریکا الان شاهدش هستیم که اولویت انتخاب برای دولت تخصص نیست، رنگ پوسته و حالا زبانی که صحبت میکنن، با همین چیزا خب اینا تونستن این چند سال رای جذب بکنن به خاطر حالا اون مومنت که بهش میگن مومنت ووک، اون جریان فرهنگی ووک، غیر فرهنگی من بهش بهتره بگم، سیستم رو به این سمت بردن. ولی خب رای دهنده آمریکایی، شما همه ایالت‌ها که وضعیت مشابه کالیفرنیا رو ندارن یا نیویورک، اون 40 و خورده ایالت دیگه که مردمش سطح درآمد معمولی دارن نسبت به حالا کالیفرنیا یا نیویورک، خب برای اون رای دهنده اقتصاد مهمه، به خاطر اینکه مثلا بنزین گالونی مثلا به جای 1 دلار بشه 2 دلار، خیلی براش گرون تموم میشه این قضیه. برای همین مجبوره حالا اگرم با تراب مخالفت نکنه و اگر واقعا متوجه شرایط باشه، انتخابش خانم هریس نخواهد بود، آقای ترامپ خواهد. بله، خصوصاً که پیشینه خانوادگی ثروتمند داره و ایالتی مثل پنسیلوانیا خیلی مهمه در انتخابات، یه خواستگاه کارگری داره، یعنی جی دی ونس خودش یه خواستگاه کارگری داره و مراحل ترقی رو یک به یک طی کرده، شاید گزینه جذابتری باشه برای رای دهندگان. در مورد سوابق کمال هریس هم صحبت کردید. یک موضوعی که خیلی جمهوری‌ها بهش می‌پردازن، رابطه‌ای داشته با یک فردی که می‌گم 30 سال از خودش بزرگتر و این بودن از بزرگان حزب دموکرات و خیلی ازش به عنوان کسی نام می‌برن که سکوی پرتابی بوده برای خانم هریس که بتونه این حالا پلهای ترقی رو طی بکنه. و خیلی ها میگن که حالا اون طرفدارای حالا دموکرات ها و حالا اشخاصی که متعلق به جنای سیاسی چپن
میگن که خب شما دارید اتهامات جنسی میزنی، با اتهامات جنسی میخواین ایشون رو کوچیک بکنی، ولی خب یه موضوعی که خود اون شخصی هم که باهاش در ارتباط باشه بهش اعلان کرده، گفته من همچین کاری تو همچین رابطه‌ای با خانم هریس بودم. و اصلا خانم هریس جایگاهی که داشته وقتی که توی کالیفرنیا به عنوان دادستان بوده به عنوان مثلا یه سلبریتی بوده تا یک شخص سیاسی که بخواد مثلا حالا توی به قول معروف توی میتینگ ها شرکت بکنه، توی فعالیت حزبی داشته باشه. اصلا اولا ببینید یه چیزی، یه موضوع خیلی مهم اینجا وجود داره، ریاضی پور مسائل خصوصی و شخصی کاملا مربوط به خود طرف به ما ارتباطی نداره، ولی وقتی که دموکرات ها میان رو زندگی شخصی ترامپ فوکوس میکنن و با اتهام موردی نداره از نظر دموکرات ها این مسائل اصلا موردی نداره، شما مخالف سیاسی خودت رو به هر صورتی که هست میتونی بکوبی، به خانوادش حمله بکنی، به خانومش حمله بکنی، به همسرشون، به بچه هاش، حتی به بارونی که حالا اون تایمی که این اتفاقات افتاد ایشون 12 13 سال بیشتر نداشت، کلی اتهامات مختلف و حالا تیک اندازی و تمسخر که حتی صدای دختر خانم کلینتون در اومده بود از بابت قضیه، گفته بود اگه شما با پدر ایشون مشکل داری بچه هاشو باید بذاری که اینا با بچه هاشون مثلا چه مسئله ای دارید که میخواید اینو این به قول معروف این جنگ رو به روی بچه های طرف هم باز بکنی. یعنی این تنفری که در قلب مردم کاشته نسبت به آقای ترامپ، حالا من خودم به شخص منتقد بعضی سیاست ایشون هستم، یعنی این نیست که کاملا طرفدار ایشون باشم به عنوان یه شخص غیر آمریکایی، ولی موضوع اینه که به عنوان یه فردی که از بالا به قضیه نگاه بکنه و بالا پایین بکنه این قضیه رو، ترامپ رو واقعا یعنی انواع اقسام حرفا احادیث رو بهش چسبوندن، بهش لقب نجات پرست دادن، در صورتی که ایشون بین رنگین پوستان آمریکایی بسیار محبوبه در ایالت‌های حالا با ایالت‌های مثل مثلا فلوریدا، ایالت‌های مثل تنسی، میسیسیپی، جورجیا. بله جورجیا. ایالت جورجیا. یا ایشون رو خواستن بکوبن بابت اینکه حالا با تلفیق چند تا حرف ایشون که ایشون مزه مثلا به کهنه سربازا مثلا تمسخر قرار داده، که خب نگاه میکنی ببینی که خیلی از کهنه سربازا رأیشون ترامپ بوده، چه 2016 چه 2020 و چه انتخابات آتی، و دقیقا همون مسائلی که به قای ترامپ میچسبونن دموکرات ها دقیقا خودشون همینن. ببخشید به آقای ترامپ میگن نشاط پرست. دهه 1960 میلادی و موقعی که دکتر مارتین لوتر کینگ جریان سیاسی حالا اون برابری اجتماعی سیاهان با سفیدان رو به رهبری میکرد، ایشون از چه حزبی بود؟ حزب جمهوری خواه. چه کسایی مخالفش بودن؟ حزب دموکرات. اون گروه نجات پرست کوکلوکس کلان. بزرگان این حزب از چه حزبی میان؟ بزرگان این گروه از چه حزبی میان؟ از حزب دموکرات. پیاده نظام حزب دموکرات بود این گروه در دهه 1920-1930 و تا اون تایمی که خب نسلشون منقرض میشه کلا، اون تغییراتی که توی آمریکا ایجاد میشه و خب حزب دموکرات تغییر رنگ میده، مثل یه گرگی میمونه که لباس به قول معروف گوسفند تنش کرده اومده قاطی گوسفندا. دقیقا همچین سیستمی داره حزب دموکرات. در ظاهر طرفدار حقوق بشر، در ظاهر دنبال برابری سیاسیه، ولی در باطن همون چیزی هست که حزب دموکرات زمان کوکلوکس کلان بوده، سوء استفاده از فقیرها برای جذب رأی و اصلا براشون مهم نیست که چه اتفاقی بیفته. بدترین وضعیت رو توی آمریکا شهرهای حالا به قول خودشون که تیکه اندازی میکنن، ایالتهای جنوبی و اون محلهایی که تفنگ آزاده رو نداره، شهرهایی مثل لس آنجلس و نیویورک سابقه به شدت افتضاح تو زمینه جرم و جنایت، شهرهایی که دست کیه؟ دست دموکرات هست. همون شهرهایی که اومدن تعداد نیروهای پلیسشون رو کم کردن، نیویورک، چیزی که حالا دموکرات ها دوست ندارن راجبش صحبت بکنن، تو یه تایم فکر میکنم سال گذشته بود یا دو سال پیش
گارد ملی رو آوردن در متروی نیویورک مستقر کردن به خاطر اینکه نیروی پلیس کافی ندارن. چرا نیروی پلیس کافی ندارن؟ به خاطر اینکه بودجهشون رو کم کردن بعد از اون ماجرای اون سیرک جورج فلوید. خیلی از پلیس ها رو اخراج کردن و نتیجه چی شده؟ نتیجه چی شده که آمار جرم و جنایت یهو 20% 30% رفته بالا و هیچ کس هم حاضر نیست تو این شرایط بیاد استخدام نیروی پلیس بشه. چرا؟ به خاطر اینکه جلوی انجام وظیفش گرفته میشه. بله. شما در نظر بگیرید که فرماندار تگزاس رو به نجات پرستی متهم کردن، جلوی در واقع مهاجران رو میگیرد، بعد اینم اتوبوس می آورد و مهاجرین غیرقانونی سوار میکرد میفرستاد نیویورک و الان تبدیل به یک مدعی شده برای شهر نیویورک، چون اینا باید مدارس رو تخلیه کنن، هتل ها رو کرایه کنن، در اختیار مهاجرین غیرقانونی بگذارن و خودشون الان لمس میکنن داستان. ببینید همین افرادی که خودشون رو حالا عالم ده میدونن، من خودم سر و کله زدم با آمریکای جماعتی که از اهل لس آنجلس و نیویورک هست، به خیال خودشون آدمای به شدت فرهیخته، دانا، باهوش، ولی از این افراد بری بپرس نقشه ایران، نقشه خاورمیانه رو بذاری جلوشون ازشون بپرسی ایران کجاست نمیدونن. ولی شما بری از یه دهاتی آمریکایی که توی میسیسیپی زمین گندم داره بری بپرسی ایران کجاست میدونه. این یه چیز ثابت شده است. و همین افرادی که توی این ایالت‌های حالا نیویورک و حالا لس آنجلس کالیفرنیا زندگی میکنن، بری به همین افراد بگی که آقا کسی با مهاجرت مشکل نداره، مهاجر بیاد ولی راه قانونی بیاد، باید تفتیش بشه گذشته این افراد، از کجا اومدن، سابقه شون چیه. اون کسی که از السالوادور بلند میشه میاد آمریکا، شما از کجا میدونی که عضو باند خلافکاری نباشه، سابقه قتل نداشته باشه؟ یا اون کسی که از مکزیک میاد، یا اون کسی که از لبنان میاد، کشور عربی هم الان زیاد شدن از اون مرز رد شدن. از این به این افراد این مسائل رو بگی در جا، چیزی که از همین حالا رؤسای حزب دموکرات یاد گرفتن که متاسفانه بین فعالین سیاسی ایرانی همین رواج پیدا کرده، تا باطل نکنن، تا حالا موافق عربا نباشن، سری برچسب راستگرای افراطی نازی نئونازی رو بهت بچسبونن. متاسفانه اینو فرهنگش کردن تو این چند سال دموکرات ها. و حالا برای اینو من خطاب به دوستانی میگم که میگن آمریکا اصلا مهم نیست، چه اتفاقی برامون مهم نیست، اتفاقا برای همه ما باید مهم باشه، به خاطر اینکه هر چیزی که در آمریکا اتفاق میفته به صورت مستقیم و غیر مستقیم روی زندگی تک تک انسانایی که روی این کره خاکی زندگی میکنن تاثیر میذاره. چه اون کسی که تو صحرای آفریقا مشغول حالا به قول معروف دام پروری شطور انجام میده، چه اون شخصی که توی آسمون خراش توی پکن زندگی میکنه، تک تک این افراد زندگیشون تحت تاثیر قرار میگیره. به خاطر اینکه منی که حالا منتقد این نوع سیستم مهاجرتی ام، اینو برم به توی عموم بیان بکنم 100% یه مهر نئونازی روی پیشونی من میچسبونم. این دقیقا وضعیتی که دموکرات ها نه فقط توی آمریکا بلکه کل دنیا ایجاد کردن. پست سیاسی باستی بر اساس شایستگی باشه، اون رو بر اساس رنگ پوست و پیشینه خانوادگی میدن و مهاجرین رو هم دوست ندارن غربالگری بشه، چون اینها به نظر میرسه که رای دهنده به قوه هستن در آینده. بنابراین از این دریچه هم باید بهش نگاه کرد. حالا موضوع خیلی مهمی رو که باید بهش بپردازیم این هست، در صورت برنده شدن هریس یا ترامپ روی کرد اینها در مقابل جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟ بذارید خودم هم نظرم رو بگم در مورد ترامپ بودن. برای من به عنوان یک ایرانی روی کرد رؤسای جمهور آمریکا در مقابل ایران یا جمهوری اسلامی مهمه. بنابراین مادامی که رژیم اسلامی رو تحت فشار قرار بده ترامپ، ما از او هواداری میکنیم صرف نظر از اینکه او ممکن است انسان خوبی باشد یا بدی باشد. برای من به شخصه اصلا اهمیتی نداره. حالا نظر شما رو میشنویم در مورد روی کرده این دو فرد در مقابل جمهوری اسلامی. روی کرده هریس چگونه خواهد بود؟ روی کرده ترامپ چگونه خواهد بود؟ از خانم هریس شروع میکنم. خانم هریس دقیقا همون سیستمی که آقای بایدن پیش برده رو پیش خواهد برد. یعنی
مراعات جمهوری اسلامی رو میکنه، از درگیر شدن با جمهوری اسلامی چه در عرصه سیاسی و چه در عرصه نظامی جلوگیری میکنه از این قضیه. یعنی همین روندی که شاهدش بودیم در دوره آقای بایدن، حملات پهپادی و حالا راکتی به پایگاه نظامی آمریکا، ادامه روند بحران امنیتی خاورمیانه و حتی ممکن این بحران در آینده نه چندان نزدیک به شمال آفریقا هم کشیده بشه، فشار بر اپوزیسیون جمهوری اسلامی در خارج از کشور غیر مستقیم روی اونها هم تاثیر خواهد گذاشت. شما چون هرچی بیشتر مراعات بکنی با جمهوری اسلامی و در مقابل به جای اینکه حالا تنبیه بکنی به خاطر حالا عمل کردی که این حکومت داره، بیای بهش پاداش بدی. تمام این اتفاقات زمان دولت آقای بایدن و قبل‌تر در زمان دولت آقای اوباما اتفاق افتاد و در دوران خانم حریس هم 100% خواهد افتاد. یعنی رژیم مثلا به احتمال زیاد اتمی خواهد شد. و در ارتباط با آقای ترامپ، ایشون خب قبلا سابقه مشخصی داره در ارتباط با وزیر جمهوری اسلامی، تحت فشار میذاره جمهوری اسلامی رو که سر میز مذاکره بیاد و جمهوری اسلامی در صورت اینکه با آقای ترامپ توافق بکنه، اون توافق مساوی مرگشه. چرا؟ به خاطر اینکه 50 سال با شعار مرگ به آمریکا ایران رو نابود کرد، یک شبه نمیتونه با آمریکا کنار بیاد، به خاطر اینکه خب از یه طرف دیگه آقای ترامپ نگاه اقتصادی هم به قضیه داره. یعنی وقتی که با رابطش با آمریکا خوب بشه، کمپانیای آمریکایی هم وارد ایران خواهد شد و خب این واقعا هیچ جلوه خوبی در مقابل جمهوری اسلامی نداره و در نتیجه منجر به تغییرات بزرگی خواهد شد. حالا ممکنه سقوط باشه یا تغییر سیستم حکومت باشه، اینو دیگه ما واقعا نمیدونیم، چون پیغمبر نیست. بله، پیشگو پیغمبر نیستیم و با عالم غیب هم دسترسی نداریم، ولی میشه با توجه به عملکرد گذشته این دو تا فرد متوجه شد که رویکرد احتمالی اونها نسبت به جمهوری اسلامی چه خواهد بود. خب ما تصاویری دیدیم از نگار مرتضوی از سمپاتای برجسته جمهوری اسلامی کنار هریس، گویا به او خیلی نزدیک است، و رویکرد دولت بایدن رو هم که دیدیم که خانم هریس برجت معاون اون بوده، بنابراین نباید انتظار معجزه داشت. من میگم حتی وضعیت مماشات با جمهوری اسلامی تقویت خواهد شد و بهترین خبر برای جمهوری اسلامی رأی آوردن هریس است. اما در مقابل ترامپ کسی هستش که اولا 12 تا شرط گذاشت برای جمهوری اسلامی که اگر جمهوری اسلامی نصف اون شروط رو هم بپذیره دیگه جمهوری اسلامی نیست. مثل میمونه که به یک کفتار مردارخوار بگی که بیا علفخواری کن. خب این خلاف دی ان ای او هست، برجت خانه حضور نداشت. بعد اگر واقعا ترامپ به دنبال مذاکره هم بود، چرا قاسم سلیمانی رو حذف کرد؟ یعنی مطابق ادعای دیپلمات اون برمیگرده آقای فضلی به اصل سیاست چماق و هویج. شما برای اینکه دشمن خودت رو بیاری پای میز مذاکره، باید با قوه قهریه باهاش برخورد بکنی. حکومتی که فقط زبون زور میفهمه، حکومتایی مثل جمهوری اسلامی، صدام حسین اینجوری بود، قذافی اینجوری بود، شوروی سابق اینجوری بود. بله دقیقا همینطوره. منتها مطابق گفته های دیپلمات های اروپایی در دوره‌ای که ترامپ بر سر کار بود، یا مطابق گفته جان کری، هدف نهایی ترامپ تغییر رژیم هست و تغییر رفتار در واقع رمز تغییر رژیم بود. تمام سیاست ها در واقع نشان دهنده تغییر رژیم بود، ولی خب کووید 19 اومد و تمام دنیا وضعیتش به گونه دیگه‌ای رقم خورد. سپاسگزارم آقای ریاضی‌پور که وقتی گرانبهاتون رو در اختیار برنامه چالش قرار دادید. خیلی ممنونم که حضور پیدا کردین، گفتگوی خوبی بود، امیدوارم که بینندگان هم لذت برده باشن. ممنون که تا به انتها به تماشای نوبت از برنامه چالش نشستید. به پایان این چالش رسیدیم. تا چالشی دیگر، بدرود.